فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید که چگونگی استقبال از وزیر خارجه‌اش در تهران آزمونی برای سنجش رفتار ایران است. لوران فابیوس قرار است فردا به تهران سفر کند. بعضی رسانه‌های محافظه‌کار ایران به سفر آقای فابیوس اعتراض کردند. آقای فابیوس در مقاله‌ای که در شماره امروز روزنامه ایران چاپ شده نوشته که به دعوت وزیر خارجه ایران عازم تهران می‌شود. او نوشته که شرایط برای بهبود روابط دو کشور مهیا شده. و همینطور در حالی که مجادله موافقان و مخالفان سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران بالا گرفته، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی از نحوه ابراز مخالفت‌ها با نقش مجلس درباره توافق اتمی به تندی انتقاد کرده. او گفت عده‌ای میگویند که سگ احمدی نژاد و مشایی به لاریجانی شرف دارد و عده دیگر میگویند آقای لاریجانی نمیگذارد مسائل هسته‌ای در مجلس مطرح شوند، زیرا آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی او را رئیس مجلس کردند. همشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران اینجا در استودیو با من. اول اجازه بدید که با بحث سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران شروع بکنیم. به نظر میاد که در بین محافظه‌کاران یک نوع جنجال ایجاد شده، یا در حقیقت در بین رسانه‌های اونها، در حالی که خب آقای فابیوس امروز سرمقاله روزنامه ایران رو نوشته و این شاید نشان از این بده که خیلی علاقمنده به این سفر. در واقع انتشار سرمقاله روزنامه ایران، یعنی اختصاص دادن ستون سرمقاله روزنامه‌ای که روزنامه دولت هست به وزیر امور خارجه کشور دیگه، یک امر بی سابقه دست کم در تاریخ جمهوری اسلامی است. ما نمونه مشابهی برای چنین وضعی سراغ نداریم. این نشان دهنده اشتیاق دولت هم هست، منتها مثل بسیاری از مسائل دیگه الان هر موضوعی میتونه به یک زمینه‌ای برای جنجال و بالا گرفتن رویارویی مخالفان توافق و موافقان بدل بشه. در این مورد خاص مثلا محافظه‌کاران یا کسانی که به دلواپسان معروف هستن چند نکته رو برجسته کردن و در مخالفت با سفر آقای وزیر امور خارجه فرانسه به تهران مخالفت کردند. یک مسئله نقشی است که در ماه‌های اخیر، در چند ماه گذشته، فرانسه ایفا کرد به عنوان او یکی از طرف‌های مذاکره کننده که بسیار سختگیری داره میکنه. بارها از مخالفت‌ها، یعنی از معدود کشورهایی بود که در گروه پنج به علاوه یک از مخالفت‌های بیشتر و سختگیری‌های بیشتر صحبت میکرد. انعقاد یک قرارداد نظامی بسیار بزرگ با عربستان سعودی از دیگر نگرانی هاست که مطرح شده. و یک مسئله ای رو مطرح کردم، بحث در واقع ورود خونهای آلوده به ویروس ایدز که در زمان نخست وزیری آقای فرانی لوبیاس صورت گرفته، و در اون در واقع هم مجموعه اینها رو مطرح کردم. و حالا از دولت آقای روحانی انتقاد میکنن که چرا برای او فرش قرمز پهن کردن و دعوت کردن. در مقابل البته دولت داره به این پاسخ میده. به عنوان مثال وزیر بهداشت اومده گفته که مطرح کردن پرونده خونهای وارداتی، خونهای آلوده به مصلحت نیست، ما نباید این موضوع رو با یک چالش برای دستگاه دیپلماسی کشور تبدیل بکنیم. و به هر حال اینکه وزیر امور خارجه فرانسه به عنوان اولین وزیر امور خارجه کشورهای پنج به علاوه یک به تهران میاد، نشان دهنده ارتقاء جایگاه ایران در عرصه سیاست بین المللی است. و همونطور که گفتم، به هر حال مسئله این سفر به تنهایی مطرح نیست. امروز هر مسئله میتونه بلافاصله بالا بگیره و به یک جنجال در عرصه داخلی بدل بشه. برگردیم به خبری که مقدمش رو هم خوندم. به نظر میاد که آقای لاریجانی رئیس مجلس خیلی ناراحت هست. عباراتی رو هم ایشون بیان کردن که در مقدمه همین خبر گفته شد. این لحن و این عباراتی که بیان شده تقریبا غیر معمول هست، در خصوصا از تریبون مجلس. دلیلش چی میتونه باشه؟ بله، ببینید، بحث اصلی در همونطور که گفتم اختلافی است که وجود داره. در این مورد به خصوص مشکل اصلی برمیگرده به ابهامی که دست کم برای طیفی وجود داره در مورد نقشی که مجلس میتونه یا باید ایفا بکنه در مورد توافق هسته‌ای. مخالفانی که این صحبت ها رو میکنند، آقای لاریجانی رو به تندی مورد حمله قرار میدن، به گونه ای که او خودش رو ناچار دیده که بیاد صحبت بکنه و این مسئله رو مطرح بکنه. اونها معتقد هستن که آقای لاریجانی
عملا باعث شده که مجلس نتونه به برنامه توافق اتمی رو مورد بررسی قرار بده. ولی واقعیت ماجر خب این تا حدی درست است. در جلسه ای که چند هفته پیش طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای مطرح شد، آقای لاریجانی اومد گفت که این مسئله مسئله فروش سیب زمینی در کشور نیست، مسئله مهمی است که باید طبق رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی مجلس عمل بکنه و به این موضوع در شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی پرداخته خواهد شد. و در اون زمان طرح اولیه از دستور کار خارج شد، طرح پس از اصلاحاتی مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد. مهمترین تغییری که داده شد این بود که مسئله تصویب از تصویب مجلس، ضرورت تصویب و تایید این توافق از سوی مجلس برداشته شد و گفته شد که دولت فقط باید به مجلس اطلاع بده. این برداشت فقط میتونه متعلق به آقای لاریجانی باشه یا کسان دیگری هم هستن که این برداشت مشابه رو دارن؟ ببینید در جناح اصولگرا فقط آقای لاریجانی نیست، از جمله مثلا آقای باهنر هم که به هر حال به تحت لایه‌های تندرو اصولگرایان نزدیک‌تر هست این نکته رو مطرح کرده. دولت هم که طبیعتاً همین برداشت رو داره و اقدامی هم که صورت گرفت به همین معناست. تایید شورای نگهبان، یعنی اون طرحی که تصویب شد در مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید، به معنای این هست که شورای نگهبان هم با همون برداشت موافق هست، دولت هم که طبیعتاً موافق هست. به همین دلیل اصولاً توافق اتمی به عنوان یک لایحه برخلاف دیگر معاهدات بین‌المللی به مجلس ارائه نشد و سوی دولت هم ارائه نشد. وزیر امور خارجه در مجلس حاضر شد و متن توافق رو در اختیار مجلس قرار داد. متشکرم از جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی.